مهمترین چیزی که ما دوستان ریش ویدان علماء در جمعشون همه ما اعلام کردیم آنه که ما گفتیم چیزی که دل مردم ما را تسلی میکنه، انتظاراتی که ما داریم از مسئولین بی طرفانه و این واقعیتی که اینجا رخ داده، او واقعیت را ببینن، دقیق این بررسی بکنن که این مردم کجا زده شدن، کجا کشته شدن و مردم به چه جرمی با این فاجعه روبرو شدن. این واقعیت که مظلومیت نمازگزارانه، مظلومیت این شهداست، مظلومیت این مجروحینه و آسیب و آفت دیدگان مشخص بشه. و ما هم درخواستمون از مسئولین این بوده که این جنایت را محکوم کنن. و خواسته دیگر ما هم بوده که از جانب مردم، این خواسته مردم هم کسانی که مرتکب این گناه شدند، مرتکب این تیراندازی شدند، مأمور اینه که بر روی مردم آتش کشودن، مردم نمازگزار، مردمی که نماز خواندند و در حال برگشتن، مردمی که توی مسلان، مردمی که هیچ کاری هم انجام ندادن، به این مردم آتش کشوده شده است. این مأمورین و آنهایی که اینا را فرمان دادن که کارا بکنن، مورد شناسایی دقیق قرار بگیرن. باید به کسانی که اینا را فرمان دادن، اونها به مجازات قانونی، به مجازات شریع و اسلامی برسن. تا آینده ما توی این شهر که زندگی میکنیم احساس امنیت بکنیم. امنیت مسئولیت دولت هست، حاکمیت و نظام مسئول جان مردمه، مسئول امنیت مردمه، مسئول اموال مردمه، مسئولیت حیثیت مردمه. حاکمیت باید قانون اجرا بکنه، بر کسانی که تخطی کنند، بر کسانی که قانون شکستند و کسانی که بر این مردم ظلم کردند. به هر حال اینها خواسته ما هست که اینها به مجازات قانونی برسند. از کمیسیون امنیت ملی هم هیئت مجلس فرستاده و هم نمایندگان استان آمدن، تشریف آوردن و این مطالب هم با اونها کاملا گفته شده که خواسته مردم، خواسته همه ما اولینه که مظلومیت ما را باید اعلام بکنن که ما به این قانه نیستیم که بگن این کشته های شما شهیدن، چرا که هم خدا میدانه، هم قرآن میگه شما شهیدید، هم سنت و حدیث میگه شهیدید، بلکه خواسته ما اینه که علاوه از این که این جنایت ها محکوم بکنن، کسانی که مرتکب این جنایت شده اند به هر جای وصل باشن، در هر مقامی باشن، بدون اغماز، کوچکترین اغماز، باید به پای محاکمه کشانده بشن و به سزای اعمالشون برسن. و به این صورته که دل مردم تسلیم